آیا یک جنایت ناچیز و کوچک با هزاران کار نیک شسته نمی شود؟ به جای یک زندگی هزاران زندگی از فساد و خرابی نجات می یابد. یک مرگ در عوض صدها جان. حسابی روشن است. به علاوه در ترازوی همگانی زندگی یک پیرزن مسلول احمق شرور چه اثری دارد؟ بیش از زندگی یک شپش و عنکبوت نیست. ارزش آن را نیز ندارد، چون پیرزنک زیان آور است، زندگی دیگران را تباه می کند. او شرور است. آیا زندگی را دیروز بعد از اینکه کتاب به شما فروختم رفتم خونه عمم. آخه به پول احتیاج داشتم. خیلی مثل همیشه کارمون کشید به بگو وگو و دعوا. بعد یهو برق رفت. پارسا اول اینی که چرت و پرت بگی و واسه من دکلمه بکنی، بیا این چراغ لامپا رو بردار روشن کن. چشم اینجا رو نمیبینه آخه. حالا اگه گشنته خبر مرگ تو آشپزخونه آش هست، برو بردار بریز و بخور. گرسنه‌ام نیست. گشنه نیستی که نیستی، پس برو کورتو گم کن. میخوام کفه مرگمو بذارم خواب. در حالی که سخت گرسنه بودم از خونه عمه اومدم بیرون. در این منازعه بیپایان جسم و روح فکر کردم که باید طرف روح همو بگیرم. اجازه بدم از احساس حقارت باری که دوچارش شده بود نجات پیدا کنه. به همین خاطر تصمیم گرفتم که جسمم رو محو کنم. قضا، این اولین تعلق انسان به جسم، باید از گرسنگی شروع میکردم. شب روی جای دور از همه آدم های سیر و بی درد سر کردم. درست 24 ساعت بود که هیچی نخورده بودم. هیچی. فکر کردم اگه از بی غذایی بمیرم، در مقابل یه نیاز انسانی قیامی اگزیستانسیالیستی کردم. یه قیام عمیقا معترضانه. اما صبح که از خواب بیدار شدم احساس کردم حس اگزیستانسیالیستیم فروکش کرده. جسم، این جسم لعنتی داشت سیطرش رو گسترش میداد. بوی نون بربری داغ وسوسه‌ام میکرد. نه، باید تحمل میکردم. پس از نونوایی و بوی هوس‌انگیزش فاصله گرفتم و به پرسه زدم تو خیابون ها ادامه دادم. با هم دیگه کشش حمل جسمم رو نداشت. شعله کم جان روحم داشت خاموش میشد. افتان و خیزان به راه خودم ادامه دادم تا رسیدم به دکان کله پاچه. کله پاچه، مغز، زبون، بناگوش. لعنت به من، لعنت برای نفس پرکشش. از همون زمانی که به دنیا میایم شمارش معکوس شروع میشه. 10 سال، 20 سال، 40، 70، 100 سال، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره مرگ میاد، دیر یا زود. از اون طرف این میل جاودانگی ناگزیر پرقدرته. برای ارزش هر کاری میکنیم. بچه دار میشیم که بگیم جاودانیم، ولی داریم آب میریزیم توی آسیاب مرگ. واقعا دیوانه کننده است. در دنیایی که همه چیز در سیطره مرگ و سیاهی اسیره، با این میل لعنتی جاودانگی چه باید کرد؟ باید خفش کرد. ساکت، سر نزن. ولی مگه خفه میشه؟ عمه زرین میخواست با پول خفش کنه اما نتونست. منم نمیتونم، هیچکس نمیتونه، تو هم نمیتونی. ای فینم من پول که به این خلوچل دیوانه رسیده است.